بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان. چنان که شنیدید سال روز تولد سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو داشتیم که باید تبریک و خجسته باش و فرخنده باش بلندی و بزرگی خدمت شما عرض کنم و تقدیم بدارم. همچنین فردا روز اول اردیبهشت است که در ایران روز سعدی نامیده می شود و جلسه امروز ما تقارن و تناسب نیکویی با این روز فرخنده دارد. به اردیبهشت هم می رسیم که فرشتگان درهای بهشت رو باز می کنند. پس اجازه بدهید که من سخنانم رو با غزلی از سعدی آغاز کنم و آنگاه به باب هشتم بوستان برویم و سخنان آموزنده سعدی رو بشنویم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به پای برجستند. یکی درخت گل اندر میان خانه ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. به سرو گفت یکی میوه‌ای نمی آری؟ جواب داد که آزادگان تهی دستند. دو یار قدر شناسند حق به صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. خب این از غزل سعدی که در باب جوان شدن جهان گفته بود و بدیهی است که در بهار، در فروردین و در اردیبهشت این جوانی در اوج کمال و بلوغ خیشتن است. امروز و یا امشب از به باب هشتم در بوستان سعدی می رسیم که در شکر بر عافیت است. باب هفتم رو که در باب تربیت بود با فراز و نشیب‌ها که داشت و مدلولات خوشایند و ناخوشایندی که داشت پشت سر نهادیم و اکنون در فصل کوتاهی از بوستان هستیم تحت عنوان شکر بر عافیت. قصه شکر از قصه های مهم در اخلاق و در دین شناسی است و یکی از مقولات و مفاهیمی است که سرزمین ویژه آن اندیشه و جهانبینی دینی است. شما بیرون از جهانبینی دینی مفهومی به نام نعمت و آنگاه مفهومی به نام شکر که مترتب بر نعمت است ندارید، اساساً منعم ندارید. آدمی به دنیا می آید بنابر مقتضای علل مادی، به تصادف یا غیر تصادف کسی به او نعمتی نبخشیده و لذا کسی بر او منتی هم ندارد. از خلقت او هم غایتی در نظر نبوده است. او رو برای مقصدی پرورش نمیدهند و ندادند. موجودی است پرتاب شده، رها شده، بی قصد و بی غایت به این جهان آمده، چند سباهی رو در این جهان خوش یا ناخوش سر می کند و سپس هم روی در نقاب خاک می کشد. آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، اونچنان که خیام می گفت. این جهان بینی مادی است. علی‌رغم اون که ما در مقابل خودمون ثنا می خوانیم، قدر و مرتبت بلندی برای خود قائلیم، اما چنان که برتران راسل در یکی از نوشته‌هاش آورده است، همه این دستاوردها روزی پوک و پودر خواهد شد، بر باد فنا خواهد رفت. اگر این کره زمین منفجر بشود، اگر از میان برداشته بشود، اگر منظومه شمسی از هم بپاشد، همه آدمیان از بین می روند، همه افکار بلندی که در مغز داشتند، همه کتابهای
مهمی که نوشتن، همه صنایع، همه دستاوردها با خاک یکسان خواهد شد که علم یکن شیئا مذکورا. این اندیشه غیر الهی است، اندیشه ماتریالیستی است که متاسفانه بسیاری از ساینتیست های روزگار ما متمایل به این اندیشه اند، اگر نگوییم که معتقدند و ملتزمند. اما جهان بینی دینی شما میدونید 100% در مقابل این اندیشه قرار میگیرد. آدمیان بی حساب به این دنیا نیامده اند، قصدی، غایتی، غرضی ورای آنهاست. اصلا آمدنی به پای خود در کار نیست، بلکه خلقت در اینجا مطرح است. خالقی هست، آدمیان رو خلق کرده است، جهازاتی، سلاح‌هایی در آدمی نهاده است برای رسیدن به مقاصدی. اگر چشم داره، اگر گوش داره، اگر دست و پا و قلب و مغز و غیره داره، همه اینها ابزارها و اسلحه است برای شکار یک اغراض و نعمتها و غایات بلند و فاخری. و همه اون چی که دارد از جنس نعمت شمرده می شود، گویی که آدمی هویتی داره و این هویت واجد مالکیت است و لذا صاحب چشم است، صاحب مغز است، صاحب هوش است و غیره. و اینها رو هم به گزاف به او ندادند، بلکه دادند و در قبالش از او چیزی میخواهند. این در جهانبینی الهی یک امر مسلم و متقنی است، یعنی اونقدر برای ما که در فضاها و عرصه‌های دینی پرورش یافتیم بدیهی است که گفتنش ملال‌آور است. اما باید همیشه یادآوری کنیم به خودمون و به دیگران که ما منعمیم، یعنی به ما انعام شده است، نعمت به ما بخشیده و منعمی در این جهان وجود دارد، یعنی نعمت بخشی که ما این نعمتها رو از دست او میگیریم. او نعمتها رو کریمانه به ما میبخشد، ولی در عوض مایل است نه به خاطر مصالح خودش بلکه به خاطر مصالح آدمیان که این نعمتها در مسیرهای ویژه‌ای به کار گرفته شود و مورد استفاده نه سوء استفاده قرار بگیرد. خب اون حسن استفاده از نعمت نامش شکر کردن می شود. حسن استفاده از نعمت، یعنی اولا شما قائل باشید به منعم، به نعمت، به اینکه شما منعمید و محل انعام قرار گرفته اید و از شما خواستند که به بهترین وجه در بهترین راه نعمت رو به کار ببرید. اگر چنین کردید شما شاکرید، یعنی شکر نعمت نهادید و به تعبیر دیگه کفران نعمت نکردید. اساساً کفر در لغت در اصل ضد شکر است. کسی که شاکر نیست کافر است. کافر اون لغت و ریشه اصلیش کسی است که شاکر نعمت نیست. شما در قرآن می‌بینید که شیطان وقتی که از درگاه خداوند رانده می‌شود به خدا چه میگه؟ میگه من بیشتر فرزندان آدم رو فریب خواهم داد. و به دنبال او میگوید ولا تجد و اکثرهم شاکرین، در اثر فریب من بلایی که به سر اونها میاد این است که شکر رو فرو میگذارند. نمیگوید که بیشترشون کافر میشن، بیشترشون ملحد میشن، این چنین چیزی نیست. بیشترشون شاکر بودن رو فراموش میکنن، به جای شکر نعمت کفران نعمت میکنن. پس ببینید در واقع طعمه های شیطان کسانی هستند که شکر رو فرو نهادند و مبتلا به کفران شده، و ضربه اصلی که شیطان به آدمیان وارد می کند این است که شکر رو از اونها می ستاند. آدمی نعمت رو داره، مصرف می کنه، خرج می کنه، اما نمی فهمه که از کجا گرفته، برای چه گرفته و در چه راهی باید خرج بکنه. این معنای مهم شکر کردن است. بی جهت نیست که عموم علمای اخلاق، اونها که در حوزه های دینی کار میکردن،
در کتاب‌های اخلاقشون یک فصل رو به شکر اختصاص می‌دادن و چنان که گفتم این مقتضای اندیشه دینی است. غزالی همطور که می‌دونید دو تا کتاب خیلی مهم در علم اخلاق داره، یکی به فارسی دیگری به عربی. به فارسی کیمیای سعادت و به عربی احیاء و علوم دین، و هر دو هم یک مدل دارن، 40 فصل دارن و این فصولشون هم مشابه یک دیگر است. البته کیمیای سعادت مختصرتره و احیاء و علوم مفصلتر. این کتاب 4 بخش مهم داره، 2 بخش پایانیش مهلکات و منجیات است بنابر نامگذاری غزالی. مهلکات یعنی اون صفات و ملکاتی که موجب هلاک آدمی می شوند، که یکی از اونها رو اینجا هم ما قبلا ذکر کردیم به مناسبت سخنان سعدی و اون عبارت بود از آفات زبان که گرفتار دام زبان شدن یکی از مهلکات آدمی است، و رذایل دیگر. بعد میرسد به فصل منجیات، یعنی صفات و ملکاتی که موجب نجات آدمی میشوند، موجب رستگاری میشوند. این بخش منجیات که خود 10 باب داره از توبه شروع میشود، یعنی آدمی که به فکر میفته بیدار میشود و توبه میکند و راه و مسیر پیشین خود را عوض میکند و علیه خود میشورد و عصیان میکند و میکوشد تا انسان دیگری شود. بعد از او فصل خوف و رجا است و بعد میرسیم به فصل صبر و شکر، که این دوتا از اهم فضائل یک مؤمن است. مؤمنی که هم اخلاقی است و هم در عین اخلاقی بودن به خداوند ایمان داره، و لذا مقوله نعمت برای او مقوله جدی است و واجد موضوعیت است. و قصه شکر رو هم در اونجا می آورد که خیلی هم ماجرا مفصل است که شکر یعنی چه و در کجاها شکر لازم است یا صبر لازم است و غیره و غیره. اگر خواستید دست کم به کتاب کیمیای سعادت مراجعه کنید. معمولا غزالی آراء خودش رو همراه با حکایاتی که از صوفیان دارد با روایات و غیره هم می آمیزد و یک مخلوط و معجون دلپذیری فراهم می آورد که خواندنی و شنیدنی است. خب لذا شکر نکته است، یعنی نباید از او غافل بود. ما معمولا از شکر همین که خدای شکرت این رو می دونیم، که خب همینم بد نیست، گفت که قربان تعارف زبانیت شدم، بالاخره یه تعارف زبانیه، اما خب به هیچ وجه کافی نیست. شکرگزاری که به زبان نیست. و میگفتن یه قماربازی وقتی میخواست قمار بکنه چند دفعه از خدا خواست که نبازه، دفعه اول باخت، دفعه دوم، سوم، و آخرش گفت خدای شکرت. بعد خودش زیر لب گفت اگر خدا یا عقل داشتی میدونستی که این شکر از 100 تا فحش بدتره. حالا ما شکرامون یه وقت اینجوری هست، نه این نمیشه. و در احوال مرحوم علامه قزوینی، محمد خان قزوینی نوشتن که خب در کودکی و در جوانی زندگی چندان شیرینی و مرفهی نداشتن. یه بار سر سفره نشسته بودند و غذاشون نون و پیاز یا نون و پنیر چنین چیزی بود و میخوردن. وقتی غذا تمام شد خواهرش گفت خدای شکر. گفت یعنی چی خدا رو شکر میکنی؟ بگو خدای کفرت، آخه این شکر نداره که این سفره خالی نون و پنیر. خب ببینید شکر کردن بله یه ظاهری داره زبانی، اما چون که گفتم معنای اصلیش به کار بود. اولا اذعان به دل، یعنی در قلب قبول کردن و اعتراف کردن که نعمتی است که از دست منعم به ما میرسد، و ثانیاً مصرف بهینه نعمت. در همین فصل حالا از سعدی خواهیم خوند به زبان خیلی ساده، شعری که ما از بچگی همه شنیده بودیم و معمولا تو مشاعره ها هم به کار می بردیم. تو را تیشه دادم که هیزم شکن، ندادم که دیوار مسجد بکن. این شعر رو من یادم، شاید ما 6 سالم بود 7 سالم بود شنیده بودیم و دائما هم
میخواندیم و مشاعره که میکردیم حرف ته که میرسید همین رو میگفتیم. اون موقع البته این شعر ورژنای مختلفی داشت، تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که بنیاد مردم کنی، یا ندادم که دیوار مسجد کنی. معناش خلاصه روشنه، زبان خیلی ساده است اما نکته خیلی برجسته‌ای درست. تیشه رو مصرف‌های مختلف میتوان کرد، در جاها و راه‌های گوناگون میتوان به کار گرفت. هم میشه دیوار مسجد رو کند، هم میشود هیزم شکست با او. شکر تیشه این است که هیزم بشکنی، نه اینکه بنیاد مردم بکنی یا دیوار مسجد رو بشکنی و غیره. و هر نعمتی همینطور است. من این مثال رو هم قبلا از مولانا برای شما زده بودم که میگوید که کتاب رو برای نوشتن تألیف میکنن، ولی ممکنه یک مرد ناسپاسی کتاب رو متکا کنه زیر سرش بذاره و بخوابه. خب گرچه مقصود از کتابون فن بود، گر توش بالش کنی هم میشود. مخصوصا در گذشته که کتاب ها رو خیلی قطور میشد، دیگه چند جلد نمی نوشتن، اگر هم می نوشتن همه رو در یه جلد میکردن، کتاب های خیلی سنگین، واقعا جون میداد برای متکا و بالش شدن، گاهی زیر سر میذاشتن. خب به قول مولوی، خب این که بهترین و بهینه ترین مصرف کتاب نیست، اصل چیز دیگریست. حالا شما فکر کنید همین قرآن خود ما، این قرآن یک تکست مقدس است، بدیهیست، همه ما هم میدون، از همه ما بپرسیم میگون کتاب هدایت است، خداوند برای هدایت ناس، برای هدایت مسلمین رو نازل کرد. ما کجا مصرفش میکنیم؟ سر قبرستون، سر سفره عقد، وقت گدایی، وقت روزخونی، مجلس ترحیم. اینا همون تیشه ایست که داریم باش دیوار مسجد رو میکنیم. این مقصود از این نعمت نبود. خدا رحمت کنه مرحوم سید جمال اسدآبادی 150 سال پیش در یکی از سخنرانی هاش مفصل آورده است که قرآن در روزگار ما چگونه مصرف می شود و همه این نکات رو نوشته. من هر وقت وارد مجلس ترحیمی می شم، علل خصوص وقتی می بینم افراد با هم حرف می زنن، یکی از دشوارترین اوقات بر من است، یکی از تلخترین اوقات است. اولا قرآن مصرفش شده مجلس ترحیم، هر فیلمی رو شما می بینید خواهی مجلس ترحیمش رو از دور صدای قرآن می آن. بعدم افراد که گوش نمیدن، حتی سکوت نمی کنن، حتی درک معنا نمی کنن، با هم دیگه حرف می زنن. یعنی اصلا این قرآن ایرلونته، اصلا بود و نبودش مساوی شده، یا سر سفره عقده، یا برای تبرک، یا برای مسافر بره به مسافرت. حالا من نمیگم این کارا رو نکنیم، بعضیاش هم نباید بکنیم واقعا، ولی اینا سوء استفاده است، اینا بد مصرف کردن نعمت قرآن برای خواندن است، برای آموختن است، برای یاد گرفتن است، برای هدایت یافتن است، برای تنظیم و تدبیر زندگی است، برای یافتن راه‌های تقرب به خداوند است، برای بیم است، برای خوف است، برای رجاست، برای عشق است. نه این کارهایی که ما میکنیم باهاش، خیلی خیلی اشتباه میکنیم. خب روحانیون ما هم استفاده بهینه نمی کنن، منابرشون پر از قصه های خرافی است، دریغ از یکی دوتا آیه قرآن که بخوانند و به درستی تفسیر کنن. ما سوء استفاده کردیم این نعمت رو، حقیقتا ضایع کردیم، حرام کردیم. یه آیه در قرآن هست که میگوید که روز قیامت خداوند به قرآن میگوید، یوم به خدا ببخشید، پیامبر به خداوند میگوید که یوم یقوم الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر به خدا گله میکنه، شکایت میکنه، میگه این مردم من، این امت من قرآن رو مهجور نهادن، متروک کردن، کنار گذاشتن، مورد بی‌اعتنایی قرار دادن. خب این رو من باز به عنوان مثال عرض کردم، این یک مثال دیگه، بعدم رو پیش چشممون ما ببینیم که ما چگونه اینها رو استفاده میکنیم، تا بیاد و برسه به اندام و اعضا و جوارحی که خدا به ما داده، از هوشمون، از مغزمون، از حافظمون، از چشممون، دستمون، پامون، اینا همه نعمت‌های الهی است که اگه بخوایم بشمریم سر از هزارها در میاره. همه اینها حساب و کتاب داره. و اینکه در
قرآن هست در سوره تکاثر که ولا تسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعمت هایی که به شما دادن سوال میکنن. خب این نعمت هاست دیگه، اینا همه نعمت که فقط پول نیست که، نعمت که خونه و ماشین و اینا نیست. هر یکی از ما که اینجا نشستیم بسیار ثروتمندیم، بسیار متنعمیم، برای اینکه انواع نعمت ها در همین وجود مادی ما در همین یه متر و نیم قد خلاصه شده است. هر چه بشمریم قدرت احصا و شمارشش رو نداریم. آدمی که سر خرج یه قرون، یه سنت، یه پنس اینقدر دقت میکنه و وسواس و احتیاط، ولی سر این نعمت های خدادادی اینقدر سخاوتمند، اینا رو همینطوری میباز. وقت آدمی یکی از نعمت هاست، باید شکرگزارش بود. عمر برترین نعمته. در حکایت ها هست که گفتن که یک کسی در یخ فروشی بود، در کوچه داد میزد و میگفت یخ میفروشم، و بعد به دنبالش میگفتش که بیاید از کسی کالایی رو بخرید که اگه نخرید تا چند ساعت دیگه هیچی در دست نداره. یعنی این کالایی نیست که بمونه، اگه نفروشه تمام شده، تهیدست و بی هستی. بعد یکی از نویسندگان نوشته که من اون موقع فهمیدم معنی این آیه قرآن که میگه ان الانسان لفی خسر یعنی چی. آدمی در زیان است واقعا، یعنی همین داره مثل یخ آب میشه، داره مثل برف آب میشه. همون حرف سعدی، عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. عمر آدمی در حکم برفی است که در آفتاب گرم تابستان نهاده باشد. پس از چند مدت از این برف هیچ اثری نمیمانه، آب میشه تمام. آدمی همینطوره، برفی است در تابستان، و یعنی نعمت ها اینطور از دست میره، اینطور چکه چکه و قطره قطره زایل میشه و تمام میشه. اینا شکرگزاریش این است که آدمی این حقیقت رو بدانه و مورد استفاده قرار بده و نگذاره که حرام بشه. در مقابل شکر، من یه بار یادم در همین مجلس بود سخنرانی کردم تحت عنوان شکر و شکایت، و اونجا اون شعر حافظ رو هم خوندم که زنیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. مردم دو دستن، یک دست شاکرن، یک دست شاکیان. شاکی یعنی آدم نقبزن، آدم ناراضی، آدمی که هر چی به امیدن باز هم کمشه، باز هم رضایت نداره، همون رو که قبلا داشته خوب مصرف نکرده ولی همچنین هل من مزید میذاره. یعنی مثل جهنم که روز قیامت میگه هل من مزید، بازم میخواد که به او بدن، بازم میخواد که به او بدن، و یکی نیست از او بپرسه با اونها که کرد داشتی چه کردی که حالا بیش از اون میخواد. آدم شاکر رفته رفته قانع هم میشه، اصلا این دوتا با هم میاد. بند که میخواد نعمت تازه میگه بذار شکر اینو بذارم تا اینکه نوبت بعدی برسه. این یکی هنوز حقش ادا نشده، شکرش به جا نیامده، دیگری رو و بعدی رو برای چی میخواد؟ به این ترتیب رفته رفته نظمی و نظامی در زندگی خودش فراهم میاد. این نه فقط در مملوکات آدمی است، حتی در معلومات آدمی هم هست. سعدی در اون قصیده خوبش میگه از صد یکی به جای نیاورده شرط علم، و از حب جاه در طلب علم دیگری. همیناری که آموختی و یاد گرفتی شرطش رو به جا نیاوردی. خب شرط علم عمل است دیگه، اما از حب جاه برای اینکه در چشم مردم بزرگ بنمایی در طلب علم دیگری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، در اگر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. آشیر مردیت سگ ابلیس سید کرده، ای بی هنر بمیر که از گرده کمتری. خب این که از صد یکی به جای نیاورد شرط علم، این یعنی شکر علم.
اونم شکری داره. بهترین راه مصرف علم چیه؟ شما یه چیزی رو بلدی. خب این علمای اخلاق، این رو خود غزالی مخصوصا در این باب خیلی سخنان شنیدن داره. یه وقتی که بنده چیزی یاد میگیرم برای خودنمایی و خودفروشی، این کفران نعمت علمه، نه شکر علم. علم برای این نبود که شما خودت رو به رخ دیگری بکشی و بگی که من از تو باسوادترم، من بیشتر بلدم، یا مجلس آرائی کنی، در چشمها بزرگ بنمایی، یا علم فروشی کنی قبل از اینکه به علمت عمل بکنی. این یه آفت بزرگیست. یا با علم جدال و مراع بکنی، یعنی قصد غلبه بر خصم و تفاخر داشته باشی، همه اینها جزء کفران نعمت علم است. یا جاه طلبی. شکر علم کاملا چیز دیگری. شکر علم این است که اولا بی دریغ سخاوتمندانه به دیگران ببخشی، در اختیار اونها قرار بده. العلم یزکو علی الانفاق، در سخنان مولا علی هست، با بخشیدن علم بیشتر میشه، در حالی که مال با بخشیدن کمتر میشه. ایشون در یک سخنانی که برای کومیل دارن میگن که علم و مال تفاوتایی با هم دارن. یکیش این استش که اگر ببخشی مالت کمتر میشه اما علمت بیشتر میشه، چون وقتی درس میدی با دیگران در میان میذاری، در خودت هم عمق بیشتری پیدا میشه. این شکر نعمت علمه. دوم این که علم رو برای عمل به کار ببری، نه فقط برای دانستن. و سوم این که علم رو خرج اون راه های نامناسب نکنی و به دیگران الگوی بد ندی و امثال اینا. هر چیز این استش که غزالی در آثارش میگه علم یا به آدمی حیات ابد میبخشد یا هلاک ابد. خیلی مهمه، یعنی چیزی که آدمی یاد میگیره، هر مملوکی که شما به دست میارید یک تیغ دودنه، یا از این سو میبره یا از اون سو، یا خیر به شما میده یا شر میده، بی طرف نیست. من همه اینا رو گفتم و بسی بیش از این میتوان گفت و من نمیخوام در چهره یک واعظ اینجا جلوه کنم، چون موعظه کردن کار بنده نیست، کار خیلی مهمیست و باید اهلش انجام بدن. فقط میخواستم عرض بکنم که اینکه ما از شکر یاد میکنیم و سعدی یک باب بوستان رو به اون اختصاص داده، به دلیل اهمیت جایگاهی است که شکر در جهانبینی دینی داره و در عمل مؤمنانه دارد. در عمل مؤمنانه یک سنجشگری با خود می آورد که آدمی در مقابل هر چه که دارد، اعم از داده های خداداد طبیعی که در وجود اوست یا چیزهایی که اکتساب می کند و فراهم می آورد، علم باشه، خونه باشه، زمین باشه، ماشین باشه، فرش باشه، حتی دوستانی که آدمی پیدا میکنه، اینا نعمت هاییست که میابد. دوستان رو هم باید مورد بهترین استفاده قرار داد. بهترین استفاده که بعضی ها میکنن دوستاشون اینه که از طریق اونا پارتی بازی بکنن، کار را اندازی بکنن. واقعا در نهج البلاغه یه سخنی هست که مولا میگه که مؤمن یا متقی دوستش رو برای خودش میخواد، یعنی او دوستی رو به خاطر خود دوستی میخواد، نه به خاطر اینکه دوست برای او کاری بکنه، باری از زمین برداره، سفارشی یه جایی بکنه. ممکنه دوست این کار رو بکنه، اما شما نباید برای او از او چنین انتظاری داشته باشی. این اندیشه استخدامگر و ابزارساز که بر آدمی غلبه میکنه چنان گسترش پیدا میکنه، دوستانش رو هم ابزار قرار میده، به استخدام میگیره. حالا گاهی استخدام نرمه، گاهی استخدام سخته، گاهی بی‌مزد و منته. به همین دلیل هم توقع داره از دوستش و وقتی هم این توقعش برآورده نشد، یه رفعه دوستی تبدیل به قهر و رفته رفته به دشمنی میشه. همه اینا برای این است که این چیزا در جای خودش ننشسته است و آدمی سنجشگرانه با خود نیندیشیده که این نعمتها رو چگونه باید مورد استفاده قرار، حتی از دشمن میشه استفاده بهینه کرد. سعدی در اون اشعارش چی میگه؟ میگه از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن
شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. یه دوستان ما عیب ما رو به ما نمیگن، با ما تعارف میکنن، خوبی ما رو میگن، خار ما رو گل و یاسمن نشون میدن. من دوست دارم یه دشمنی که عیب من رو به من بگه. دستکم این استفاده رو از او میتونم بکنم، چون او دیگه با من تعارف نمی کنه، تکلف نمی کنه و رو در روی من عیب منو میگه. حتی اگر تلخ باشه برای من، اما بفهمم که خب الان یه نفر آمده و به تعبیر مولا علی گفت تو بال من اهدا الی عیوبی، خوش به حال اون کسی که، یا مبارک باد قدوم اون کسی که عیب من رو به صورت کادو پیش من میاره. اینم یه مطلبیست. ماها وقتی که پیش دوستانمون میریم چی کادو میبریم؟ خب میدونیم چیا میبریم. اما فرض کنیم یه نفر دوست شماست، این عیوب شما رو بنویسه و لای یک لفافه خیلی زیبایی کادو پیچی بکنه برای شما بیاره. تو بال من اهدا الی عیوبی. ما ممکنه بدون بیاد بگیم این زهر رو برای چی برای ما آوردی؟ ولی زهر نیست، تریاقه، یعنی داروست، یعنی شفا بخشه. اگر دو تا دوست اینقدر با هم نزدیک باشن که هدیه کنن عیوب رو به یکدیگر، این کمال دوستی و بلوغ دوستی است. خب از مقدمات عبور کنیم. شما میخواید بیشتر حرف سعدی رو بشنوید. نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم که در خورد اوست. عطایی است هر موی از او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. ستایش خداوند بخشنده را، که موجود کرد از عدم بنده را. کرا قوت وصف احسان اوست، که اوصاف مستغرق شان اوست. خب سعدی با یک بیت فوق العاده کوبنده و فوق العاده مؤثر این باب رو آغاز میکنه. نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم که در خورد اوست. بعد از چند بیت به دو سه نکته بسیار اساسی اشاره میکنه که حتی میتوان در اونها یک عمق فلسفی هم دید. چو آید به کوشیدنت خیر پیش، به این ابیات توجه بفرمایید. چو آید به کوشیدنت خیر پیش، به توفیق حق دان نه از سعی خیش. به سرپنجگی کس نبرده است گوی، سپاس خداوند توفیق گوی. تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد دم به دم. این سه بیت فوق‌العاده است در این مجموعه. در واقع تمام، نه تمام، اغلب نکاتی که سعدی در این باب آورده و موضوعیت بخشیده و شکر رو معطوف به او کرده، عبارت است از یک کلمه، یک واژه که میگوید عمدتاً ما به خاطر اون باید شکر بگذاریم. اون واژه چیه؟ واژه توفیق، کنکورد در ادبیات انگلیسی، جنرال کنکورد. توفیق که ما در فارسی به کار میبریم و در عربی دقیقاً به معنای هماهنگ کردن است. ما به افرادی که به مقصد میرسن میگیم شخص موفقی است. غلط هم نمیگیم، اما به عمق این معنا توجه نداریم. عمق این معنا این استش که بنده، شما، هر فاعلی وقتی که کاری میکنه، همت در انجام کاری میبنده، وقتی به مقصد میرسه که هزاران عامل غیر خود او هماهنگ شوند تا او به مقصودش برسه. هماهنگ شدن عوامل در این عالم شرط رسیدن به مقصد است و این همون چیزی است که نامش توفیقه و ما بر این توفیق باید شکر بگذاریم. من این رو بارها برای دوستان مثال زدم. ببینید الان بنده که اینجا نشستم و با شما سخن میگم، بسیار عوامل با من همکاری میکنن تا صدای من به گوش شما برسه. الان شما فکر کنید در مغز من چه فعالیت های عصبی داره صورت میگیره، در میلیون ها میلیون سلول های عصبی، یا در سراسر بدن من و همچنین در وجود شما و در بدن شما، عواملی که همه در
طبیعت الان در کارن، الان اینجا بارون نمیاد، طوفان نمیاد، زلزله نمیاد و این هوای ما از یونهای منفی و یونهای مثبت به طور افراطی و تفریطی پر نیستن و هزاران عامل دیگر رو میشه مثال زد. اگر یکی از اینها به هم بخوره، مجلس ما به هم میخوره، تفهیم و تفهم ما به هم میخوره و به غایت و مقصدی که داریم نخواهیم رسید. ما همیشه چون خودمون رو میبینیم در کارها، فکر میکنیم که من خواستم و لذا شد. اصلا اینطوری نیست. من خواستم، من یک عاملم در میان میلیونها عامل دیگر، که اگر اون میلیونها عامل دیگر که یک چند تاشو میدونم، چند صد هزار تاشم نمیدونم، اگر اینا هماهنگ نشون، همراستا نشون و به کمک من نیان، مساعدت نکنن، رسیدن به مقصد محال است. رسیدن به مقصد محال است. ببینید، شما تو جاده میرانید، خب حالا درست فکرشو بکنید چه عواملی اینجا بوده که شما الان به این راحتی دستتون رو به فرمان، پاتون رو روی گاز دارید میرانید. حالا من کاری ندارم به این که اون کسی که ماشین رو ساخته یا فلان، شما یه ذره عقب‌تر برید. از وقتی که نفت کشف شد، بنزین ساخته شد، تصفیه نفت شد، مهندسی شیمی پدید اومد، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها پدید اومدن، شیمی رشد کرد، همه اینا مساعدت کردن که شما فلان روز توی فلان جاده به راحتی ماشینتون رو برانید. ما که اینا رو نمی‌بینیم، میگم من رانندم و دارم هم میرانم البته، ولی هزاران نفر اون پشت نشستن همکاری میکنن. تا درست شبیه این که در صفحه تلویزیون کامپیوترتون شما یه تصویر رو میبینید، چقدر توی پشت این تلویزیون کامپیوتر و اون صفحه ها، اون هاردش به اصطلاح، داره اتفاقات میفته که یه سطر یا یک صورت تصویر روی صفحه ظاهر بشه. یک چنین وضعیتی داره این جهان. ما یا به دلیل کوتاه‌بینی یا به دلیل خودبینی فقط فاعلیت رو در خود و از آن خود میبینیم. من خواستم و چنین شد. حالا در کارهای خیر فرض کنید که شما اراده خیری میکنید. حالا سعدی اتفاقا به همه اینا اشاره کرده، شعرش رو میخونم. اراده خیری میکنید، به کسی، به محرومی، به محتاجی چیزی میبخشید، بسیار کار خوبی است. آدمی در اینجا خودش رو فاعل میدونه، ممکنه حتی تصور کنه که کار مهم میکرده، حتی طلبکار باشه از خلق یا از خالق. ولی شما باید فکر کنید که چه شد که شما برانگیخته شدید تا این کار نیکو رو انجام بدید. ظاهرا دست شما البته در اینجا در جیبتون رفت و کاری کردید، یا به قلم روی چک چیزی نوشتید، ولی فکر بکنید که شما رو کیا تربیت کردن، چجوری بار اومدید، چه داده هایی در سلول های مغز شما نشسته، از کی، توسط چه مربیانی، چه معلمانی، تو چه فضاهای شما بودید که آخه این دست بی جهت حرکت نمی کنه. هزار عامل اونجا هست که ترغیب کرد و تسهیل کرد این کار خیر رو بر شما. به این دلیل است که میگیم من موفق شدم یه کار خوبی انجام بدم. یعنی همه عوامل کمک کرد. همه عواملی که من نمیشناسم، به استخدام نگرفتم ولی به استخدام من در آمده. سعدی درست میگفت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و چی؟ به قفلت نخوری، یعنی شکر کنی و بخوری. به قفلت یعنی همون غیر شاکرانه. حالا همین ابر و باد و مه و خورشید و فلک و وقتی که شما باز کنی میبینی از هر کدوم اینا صد هزار عامل بیرون میریز. اینا تمام همکاری کردن که یه گندمی در زمین بروید و بعد تبدیل به نان بشود و تازه حالا بخوری. مگه خوردن همینطوریه؟ خب بالاخره باید هاضمه داشت، باید دندان داشت، باید ذائقه داشت، باید هزار نمیدونم آنزیم در بدن داشت، هورمون‌های لازم رو داشت تا بشه نونو خورد و از او انرژی گرفت. در غیر این صورت نه. ببینید، ما کلمه توفیق رو خیلی غافلانه به کار میبریم و تصور میکنیم یه چیز الله بختکیه.
در حالی که توفیق مهمترین چیزی است که در زندگی باید همراه آدمی باشه، مهمترین چیزه. من و شما سخت کوشترین آدمیان هم که باشیم، چند تا عوامل رو فراهم میکنیم، بقیه عوامل به کمک ما میان، منتها ما چون اونها رو نمیبینیم فکر میکنیم اونها نیستند. سعدی در اینجا ببینید میگه چو آید به کوشیدنت خیر پیش، به توفیق حق دان نه از سعی خیش. اگر کار خیری کردی توفیقی در اینجا بود، یعنی هماهنگی های بسیار شده تا تو موفق شدی. فکر نکن که فقط از سعی توست. به سرپنجگی کس نبرده است گوی، سپاس خداوند توفیق گوی. وقتی که تو گل میزنی، حالا یا در چوگان بازی های قدیم گوی رو میربایی از رقیب، فقط سرپنجه تو نیست که این گوی رو میرباید، خداوند توفیق، یعنی اون خداوندی که عوامل رو وفق داده با هم، گل هم کرده و هماهنگ کرده. و بعد تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد دم به دم. این سخن یک سخن فیلسوفان است و من گمان ندارم که سعدی به تمام عمق این سخن خودش واقف بوده باشد. این حرف رو به چند معنا و در چند لایه میتوان گفت، اما یکی از عمیق‌ترین لایه‌هاش همون لایه است که بعدها در فلسفه حکمت متعالی ملا صدرای شیرازی کشف شد و بیان شد، و اون که وجود عین ایجاد است. یعنی وقتی که میگیم موجود، موجود نه یعنی چیزی رو که موجود کردند و نهادند و پی کار خود رفتند. مثلا میگیم که خداوند این عالم رو خلق کرد و این جهان موجود شد، خب بعدش دیگه موجود شد دیگه. ولی فیلسوف این رو نمیگه، حکیم الهی نمیگه، میگوید که هر لحظه لحظه اول خلقت است. جهان رو خداوند خلق نکرد، جهان رو خداوند مستمرن خلق میکند. تو قائم به خود نیستی یک قدم، این چنین نیست که تو را آفریده باشن و روی پای خودت ایستاده باشی، هر لحظه تو رو سر پا نگه میدارن، به طوری که اگر اون پشتوانه از تو برگرفته بشه فرو میفتی، فرو میفتی یعنی نیست میشوی. گفت اگر نازی کند از هم فرو پاشند قالب‌ها. این یه معنای خیلی عمیقی است که در فلسفه ملا صدرا از تحلیل نسبت علت تامه با معلول به دست آمده است، و اینکه علت مستمرن معلول رو ایجاد میکند، لذا وجود یعنی ایجاد شدن. این که میگیم این میز وجود داره، یعنی این میز در حال ایجاد شدن است مستمرن در هر لحظه. انسان وجود داره یعنی در حال ایجاد شدن است. موجود بودن ما رو به گمان باطل میافکند، فکر میکنیم موجود بودن یعنی موجودیت رو از آن خود داشتن و واجد موجودیت بودن، در حالی که اینطوری نیست. موجودیت یعنی فعل ایجاد، ایجاد مستمر. خب این که آدمی قائم به خیشتن نیست خیلی حرف مهم نیست، و این که خداوند مقوم آدمی است، یعنی مقوم همه چیز است من جمله آدمیان، یعنی هر لحظه اونها رو سر پا نگه می‌دارد. تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد دم به دم. بعد اون وقت توضیحاتی میده مطابق دریافت‌های علمی زمان. طفل دهان بسته بودی زلاف، همی روزی آمد به جوفش زناف، چنافش بریدند و روزی گسست، به پستان مادر در آویخ دست. قریبی که رنج آردش دهر پیش، به دارو دهند آبش از شهر خیش. بعد توضیح میدهد که ابتدا در شکم مادر چگونه غذا میخوری، بعدن که بیرون آمدی از پستان مادر چگونه غذا میخوری، و بعد هم که چو بازو قوی کرد و دندان ستبر، براندایدش دایه پستان به صبر، الی آخر. توضیح میدهد که چگونه لحظه به لحظه ما رو پرستاری کرده اند، ابتدا در شکم، بعدن توسط مادر، توسط دایه، بعد دیگه اندام ها و جهازات لازم برای اینکه خودمون رو اداره کنیم. قصه مادری رو میگوید که
جوانی سر از رأی مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. جوانی نافرمانی کرد از مادرش، مادر دلش آتش گرفت و بعد مادرانه به فرزندش گفت: نگریان و درمانده بودی و خورد، که شبها ز دست تو خوابم نبرد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای، که امروز سالار و سرپنجه‌ای. گفت یادت رفته چگونه خرد بودی، چگونه عاجز بودی، چگونه محتاج دامن مادر بودی. امروز گردن کش شدی، اون نعمتها رو فراموش کردی. ما در مقابل خداوند که به یک معنا مادر ماست، همه چیز ماست، گاهی از این سرکشی ها میکنیم. در قرآن همین تعبیرها هست که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، کسی خلقتش رو فراموش کرده که از کجا آغازیده و بزرگ شده، حالا اومده در مقابل ما ایستاده سرکشی میکنه. کی من رو زنده خواهد کرد دوباره؟ چگونه من به جهان دوم باز خواهم گشت و غیره؟ فعضاه و خصیم مبین، اومده مقابل ما به خصومت ایستاده است. یعنی شما فقط قصه فرزند و مادر رو در نظر نگیرید. بعد ادامه میدهد سعدی قصه ساختمان بدن آدمی رو: تأمل کن از بحر رفتار مرد، که چند استخوان پی زد و وصل کرد. چقدر استخوان‌ها رو خداوند در آدمی به یکدیگر وصل کرده است. و بعد حالا نکته جالبی هم میگه: از آن سجده بر آدمی سخت نیست، که در صلب او مهره یک لخت نیست. یه میتونید به سجده برید برای اینکه این مهره ها یه لخت، یه دونه مهره نیست، چندین مهره است. اینا لذا میتونن جا به جا بشن و شما میتونید که برخیزید و بلند شید. و بعد رگهایی که در بدن هست. و نکته هم در اینجا داره که میگه فرق ما با بهائم، با حیوانات چیه. میگه بهائم به رویندر افتاده خار، تو همچون الف بر قدمها سوار. نگون کرده ایشان سر از بحر خر، تو آری به عزت خورش پیش سر. فرقی رو بین آدمیان و حیوانات میگه. میگه حیوانات وقتی که غذا میخورن سرشون رو در غذا میکنن، ولی آدمی وقتی غذا میخوره غذا رو پیش میاره و غذا رو در دهان میذاره به جای اینکه دهانش رو در غذا بکنه. خب گذشتگان این رو ظاهراً نکته یافته بودن، اما اون که وقتی من این اشعار رو میخوندم برای من جالب بود این بود که چند سال پیش رئیس مجلس خبرگان در ایران در اجلاسیه مهم مجلس خبرگان سخنرانی کرد و این سخنرانی از تلویزیون پخش میشد و من خودم میدیدم و میشنیدم. از قضا سخنرانی رو نوشته بود، برخلاف همیشگی روحانیان که چیزی رو نمی نویسن و همینطور ارتجالاً الهام به اونها می رسد و بیان می کنن. در اونجا اینها رو نوشته بود و داشت می خوند. مطالب از بس مهم بود. یکی از اون مطالب مهم این بود که فرق آدمی با بهائم، با حیوانات چه. عیناً همین رو گفت و من نمی دونستم که این منشأ سعدیست. ایشون هم اشاره نکرد، گفت حیوانات سرشون رو در غذا میبرن ولی آدمیان غذا رو با دست بر میدارن و در دهانشون. ایشون منتها یک نکته مهم دیگری رو هم افزود با اون که گفت که تاریخ قمری رجحان دارد، افضلیت دارد بر تاریخ شمسی، برای اینکه در تاریخ قمری چندین تولد ائمه هست که جشن میگیریم، اما یکی از اونها در تاریخ شمسی نیست، فقط عید نوروز است. این هم از فرمایشات اون مرد بزرگ در اجلاسیه مجلس خبرگان. عرض می شود که منتها سعدی خب استفاده خوبی هم میکنه از این. وقتی که میگه که ما با حیوانات متفاوتی، میگه نزیبت تو را با چنین سروری، که سر جز به طاعت فرود آوری. این نکته پس یادتون باشه تا اینجا که توفیق از مهمترین نعمتهاییست که بران باید شکر گذاشت. این رو از سعدی باید آموخت. بزرگان دیگر هم گفتند نعمت بسیاره، ولی این نعمت از فربهترین اوناست. دوم این که نه تنها شکر خدا رو باید گذاشت، شکر مخلوقات خدا رو هم باید گذاشت. ما یه تعبیری داریم، یک بیانیست در عربی، میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق.
هر کسی شکر مخلوق رو نگذاره، شکر خالق رو هم نگذاشته. تشکر کردن از کسی که خدمتی برای آدمی میکنه، نعمتی میآورد، حتی روی خوشی نشون میده، سلامی میکنه، باری رو از دوش آدمی با محبت خودش برمیداره، تشکر کردن شرط انسانیت است. و چه برسد به این که کسی حقیقتاً خدمت بزرگی در حق شما انجام بده. داستانی رو اینجا سعدی نقل میکنه که به نظر میاد باید افسانه باشه اما شنیدنی است. میگوید که ملک زاده ای زست و ادهم فتاد، به گردندرش مهره برهم فتاد. جناب شاهزاده از اسب افتاد و مهره های گردن در هم رفت و گردن پیچید و به اصطلاح امروز ما خشک شد. چو پیلش فرو رفت گردن به تن، نگشتی سرش تا نگشتی بدن. وقتی میخواست سر رو به سوی بکنه تمام بدن رو باید میگردون، دیگه خود گردن نمیگشت. پزشکان بماندند حیران در این، مگر فیلسوفی ز یونان زمین. خب یونانیان مشهور بودن هم به حکمت به معنای طب، هم حکمت به معنای فلسفه. فیلسوف یونان زمین آمد و سرش باز پیچید و رگ راست شد، وگر وی نبودی زمین خواست شد. آمد و او رو معالجه کرد که اگر او نبودی زمینگیر می شد، یعنی بیماری مزمن می شد، ببخشید مزمن می شد و در او می ماند. زمین یعنی وقتی که بیماری در کسی مزمن می شود، و مزمن هم از کلمه زمان میاد، یعنی زماندار می شود، طولانی می شود. خب جناب طبیب این شاهزاده مغرور رو شفا داد. بعد در وقت دیگری آمد برای دیدار شاه. دیگر نوبت آمد به نزدیک شاه، نکردن فرومایه در وی نگاه. آمد ولی اون شاهزاده فرومایه به او نگاه نکرد، اعتنایی نکرد، تشکری هم نکرد، حتی یک تشکر زبانی، چه جای اینکه به او نعمتی و هدایایی ببخشد. خردمند را سر فرو شد به شرم، شنیدم که می رفت و می گفت نرم. اگر دی نپیچیدمی گردنش، نپیچیدی امروز روی از منش. اگر دیروز گردن ای رو نپیچیده بودم و به سامان نکرده بودم، امروز که به من محتاج بود این چنین با من نمی کرد، روی از من نمی پیچید. خب جای دیگری سعدی داره میگوید که چو بهگشتی طبیب از خود میازار، که بیماری توان بودن دگر بار. چو باران رفت بارانی میفکن، چو میوه سیر خوردی شاخ مشکن. آخه این نعمت نیست، آخه این شکرگزاری نیست، این قدردانی نیست که میوه بخوری شاخ رو هم بشکنی. اگر دی نپیچیدمی گردنش، خیلی من آقا سوزندی ما رو با این آب جوشت این چه شکرگزاری بود. خیلی ممنون. عرض می شود که خب گفت چون میوه سیر خوردی شاخ مشکن، چون باران رفت بارانی میفکن. در اینجا قصه همینطوره. جناب طبیب رفت و خیلی عصبانی و خشمگین و در دل گفت خب حالا انتقامی بگیرم. فرستاد تخمی به دست رهی، که باید که بر عود سوزش نهی. یکی از غلامان، رهی یعنی خادم، یکی از خادمان یه تخمی داد، تخم یه گیاهی داد، گفت این رو ببر و در عود سوز پادشاه بگذار، اونجا که عود می سوزاند. او هم رفت و گذاشت. ملک را یکی عطسه آمد ز دود، سر و گردنش همچنان شد که بود. از این دود این تخم گیاه عطسه ای کرد و دوباره به همون حالت پیشین برگشت. به عذر از پی مرد بشتافتند، بجستند بسیار و کم یافتند. هر چی دنبالش گشتند دیگه او رو پیدا نکردند. مکن مکن گردن از شکر منعم مپیچ، که روز پسین سر براری به هیچ. یکی گوش کودک بمالید سخت، که ای بلعجب رای برگشته بخت. تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیوار مسجد بکن. زبان آمد از بحر شکر و سپاس،
به غیبت نگرداندش حق شناس. ببینید درست، شکر زبان این نیست که باش غیبت کنی، و این است که با او شکر کنی، سپاس بگی. گذرگاه قرآن و پند است، گوش به بهتان و باطل شنودن مکوش. گوش شکرش این است که قرآن بشنوی، پند بشنوی، نه اینکه سخنان باطل بشنوی. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیب برادر فروگیر و دوست. چشم هم برای دیدن صنع الهی است، نه اینکه دنبال عیوب مردم بگردی، بری جستجو کنی در زوایا و خفایای زندگانی مردم و یک مچ بگیری و یک نکته بر اونها پیدا کنی. خب فراوان در این باب گفته سعدی که من لازم نمیدونم که همه اونها رو بخوانم، تا میرسیم به اینکه بر اثر نعمتی که آدمی دارد مغرور هم نباید باشه. حکایت میکند از فقیهی بر افتاد مستی گذشت، به مستوری خیش مغرور گشت. این تعبیر مستی و مستوری که در اشعار سعدی هم زیاده و در اشعار حافظ خصوصا. مست که معلومه، مستور یعنی پوشیده، یعنی کسی که دور مانده از گناهان، خداوند او رو نگه داشته، محفوظ. در اینجا از فقیه مستوری یاد میکند، فقیهی که محفوظ از گناه مانده بود و از قضا بر سر یک مستی که در راه افتاده بود گذر کرد. ز نخوت بر او التفاتی نکرد، از سر غرور و نخوت در کمال بی‌اعتنایی از این مست گذشت و در دل میگفت که ما چه نزد خداوند محترمیم و پاداش های نیکو میگیریم و این بدبخت یک بنده جهنمی. جوان سر برآورد کی پیر مرد، برو شکر کن چون به نعمت دری، که محرومی آید ز مستکبری. اون جوان مست که این بی التفاتی و نخوت او رو دید سر برآورد، گفت برو شکر کن که مبتلای گناه نیستی. این خودش شکر داره، شکرش این نیست که به دیگران به دیده تحقیر و تخفیف نگاه بکنی. شکر کن که متنعمی، نعمتی به تو دادن از این که محفوظ ماندی، به این گناه مبتلا نشدی. خب این نعمت از کجا اومد؟ خودت که نیوردی، لابد معلمین خوبی داشتی، لابد پدر و مادر خوبی داشتی، لابد اجتماع خوبی داشتی، همه اینا نعمت است. نعمت ها هم که تو فراهم نکرده بودی در اختیار تو قرار گرفت. حالا من بیچاره که گرفتار این گناه یا این بلا شدم، منم عواملی منو به اینجا کشونده. به تعبیری که در نهج البلاغه هست، به من به چشم یک مریض نگاه کن، نه به چشم یک مجرم که باید او رو بکشند و مجازات کنند. طبیب به مریض خودش با ترحم نگاه میکنه، با لطف و محبت نگاه میکنه. گناهکاران در نهج البلاغه هست که گناهکاران رو شخص مؤمن به صورت بیمار میبینه، بیماری که خب بیمار شده دیگه حالا، و البته باید از او دستگیری کرد، اما نباید تحقیرش کرد، نباید سرزنشش کرد. اونم یه جوری بوده شرایط که به اینجا رسیده. اگر این با این چشم نگاه بکنیم، هم شکر نعمت میگذاریم و هم دستگیری از خلایق میکنیم. برو شکر کن چون به نعمت دری، که محرومی آید ز مستکبری. و بعد اون بیت مشهور، یکی را که در بند بینی مخند، مبادا که ناگه در افتی به بند. تو هم که معصوم نیستی، تو هم که آینده تضمین شده نیست، آینده هیچ کس تضمین شده نیست، تو چه میدونی فردا چه خواهی کرد، چه بر سر تو خواهد آمد؟ چرا به من میخندی؟ شاید هم تو هم مبتلا به همین بلایا بشی. نه آخر در امکان تقدیر هست، که فردا چو من باشی افتاده مست. نمیشه که همین اتفاق برای تو هم بیفته، مثل من مست در کنار راهی افتاده بودی. تو را آسمان خط به مسجد نوشت، مزن طعنه بر دیگری در کنشت. یکی در کلیسا رفته، یکی در مسجد. تقدیر آسمانی اون یکی رو در مسجد نهاده، این یکی رو در کلیسا. حق نداریم ما به یکدیگر به چشم تحقیر نگاه کنیم، میگیم این بدبخت رو ببین که چه گرفتار شده و من خوشبخت.
اگه اینطوری باشه وقتش همه باید به هم غرور بفروشیم، همه باید تفاخر کنیم. اون قصه خیلی زیبای سعدی چیه در گلستان؟ میگه یکی جهود و مسلمان نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از نزاع ایشانم. یک یهودی و یک مسلمان بر سر یه ملکی قباله نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از نزاع ایشانم. به تیره، یعنی به طعنه، به تیره گفت مسلمان که گر قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم. گفت خدایا من الهی جهود بیمیرم اگر قباله من درست باشه نباشه و من فریبکاری کنم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند که گر دروغ زنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. همه میگن ما داناییم، همه میگن در اوج دانایی هستی. یهودی میگه نعمت و توفیق الهی بود من یهودی شدم، مسلمان همین رو میگه. خب خوبه همه شو گذار باشن، چرا به دیگری لگد میزنی؟ چرا تحقیر میکنی؟ هم تو شکر خدا بگو که در نعمتی، هم او شکر بگه و ما همه بندگان یک خدا هستیم. اینجوری وقتی ما نگاه بکنیم فوق العاده امور برامون روشن میشه و تحلیل درستری از او داریم. و بعدم دیگری رو اگر در بلای افتاده میبینیم خب میتوانیم از او دستگیری کنیم. خب اینها هست. در پایان این فصل یه قصه خیلی نیکوی سعدی میگوید. من برای اینکه دیگه بحث این فصل رو تمام کنم و ببندم، این قصه رو هم که قصه جالبیست براتون بگویم و سخنمون رو هم به پایان ببریم. سعدی داستانهای زیادی در بوستان داره. خیلی از شارحان بوستان، خیلی از ادیبان و مورخان گفتن که معلوم نیست که این قصه ها همه راستین باشه. پاره از اینها اختراع خود سعدی است و البته این امر عجب نیست. به هر حال یک پندگو میتواند افسانه هم بسراید و از طریق افسانه گفتن پیام خود رو به ما برساند، امر غریبی نیست. بعضی از این قصه ها که مثلا میگه من در نظامیه چنین بود چنان بود، احتمال داره که حقیقت داشته باشه، اما این قصه‌ای که الان می‌خونیم مسلماً حقیقت نداره و هیچ احتمال نداره که راست باشه. سعدی حکایت می‌کنه برای ما که به هند رفته بوده و به سومنات. حالا سومنات رو سعدی از کجا می‌شناسه؟ برای اینکه سه قرن قبل از سعدی جناب سلطان محمود غزنوی رفته بود به هند و به بتخانه سومنات در هند و بت‌ها و جواهرات بسیار از اونجا به غنیمت آورده بود به قزنین و به این ترتیب بت سومنات یا بتخانه سومنات بسیار مشهور شده بود و اون جزو فتح‌های نمایان سلطان محمود شمرده شد که فرخی و دیگران قصیده‌های بلند در مدح سلطان محمود دارند به خاطر اون لشکرکشی و قاضیگری و کافرکشی و فتوحات و غنیمتگیری هایی که سلطان محمود کرد. ما متاسفانه با هندیا، ما ایرانیا با هندیا خیلی خوش رفتاری نکردیم. یکی سلطان محمود ما بود که اونجا رفت و قتل و غارت کرد و قرنها بعد از او که نادرشاه ما بود که رفت و هیچ یک از اینها رو هندیان فراموش نکردن. من دوستانی داشتم و دارم که اینها مدتی در هند زندگی کرده بودن، می گفتن که بعضی از تاریخ خوانده های اونها وقتی می دیدند و می دانستن که ما ایرانی هستیم این وقایع تلخ رو باز می گفتند که شما با ما چنین کرده اید، مثل فرض کن اسکندری که آمد و اون قتل و غارت بزرگ رو در ایران انجام داد، یا چنگیز فیلمثل. خب سعدی میگوید که من هم در سفرهای خودم گذرم به هند افتاد و رفتم به سومنات. بتی دیدم از آج در سومنات مرصع چو در جاهلیت منات. رفته بودم به بتکده سومنات و بتی دیدم از آج. هندوان بت پرستند به این معنا که قائل به خدا هستند، اما به این خدایان صورت جسمانی خارجی میدهند. این چنین نیست که بت بپرستن به معنای اینکه خود اون صورت‌ها و مجسمه‌ها رو واجد اثری بدانند. در واقع ظاهراً هیچ وقت هیچ بت پرستی چنین نمی‌اندیشیده. در همین بتانی که
اکنون در هند هستن، اون خدای خرتومدار فیل یا امثال اینها، اینا وقتی که مجسمه هاشون رو در جاها و شعبه های مختلف معبدهای هندی در کشورهای مختلف بنا میکنن، پاره از روحانیان بزرگ هندو میان و اورادی میخونن و در اثر این اوراد اونها رو واجد روح الهی میکنن که بعد از او وقتی که مؤمنان میروند به پای اون بت‌ها، در حقیقت با یه خدای نادیده‌ای تماس میگیرن. البته مجسمه های بودا هم احتمال داره که باشه. بودیزم میدونید ابتدا در هند پدید آمد، اما هندوان و برهمنان یعنی روحانیان هندی او رو بیرون راندن، اجازه ندادن در هند بمانه. بیرون رفت، رفت به طرف چین، رفت به طرف تبت، مغولستان، ژاپن و پاره از این جهات. در هند اندکی از او باقی ماند، ولی به طور کلی دین هندوان در هند گسترده شد و باقی ماند و بودیزم نتوانست که هندویزم رو کنار بزنه و بر او غالب بشه. کلمه بت در فارسی از همون بودا میاد. مثلا بودا، مجسمه های بودا رو مسلمان ها بت میگفتن. بت کلمه دیگری است که از بودا ساخته شده است. ما با بت اینچنین آشنا شده ایم و این کلمه البته پیش از اسلام هم وجود داشته. عرب ها که کلمه سنم رو به جای بت به کار میبرن، اون از ریشه دیگری است. بت هایی که بسیار عالی بودند و فاخر، خب در هند از عاج ساخته می شدند که ماده بسیار گران بهایی بود و خب در همه ادیان بیشترین ثروتشون رو هنرمندان و بیشترین هنرشون رو در پای هنرهای دینی می ریختن. اگر بت می ساختن، اگر معبد می ساختن، اگر مسجد می ساختن، اگر کلیسا می ساختن، به قدر اینها مجلل بود، مکلل بود به تعبیر سعدی، مرصع بود، آراسته بود، بناهای فوق العاده تاریخی ماندگاری بود، برای اینکه در نهایت عشق اونها رو می ساختن. همه عشق خودشون رو پای اونها می ریختن تا اینکه هنر دینی و مذهبیشون هرچه فاخرتر از آب در بیاد. سعدی می گوید که من به سومنات رفتم و اون بت عاج رو که مرصع بود، مثل بت منات که در میان عرب ها بود و نامش در قرآن هم اومده، اونجا دیدم که مرصع چو در جاهلیت منات، چنان صورتش بسته تمثالگر که صورت نبندد از آن خوبتر. زهر ناحیت کاروان ها روان، به دیدار اون صورت بی روان یعنی بی جان. طمع کرده رایان چین و چگل، چو سعدی وفا زن بت سنگ دل. زبان آوران رفته از هر مکان، تضرع کنان پیش اون بی زبان. خب فنون شاعرانه و بلاغی رو هم به کار میبره. میگه زبان آوران پیش این بت بی زبان میرفتن، افرادی که خودشون عاقل، خطیب، دانشمند بودن، به صد زبان میتونستن مطالب علمی رو بیان کنن، به پرستش یک جماد بی زبان رفته بودن. فرو ماندم از کشف آن ماجرا، که حی جمادی پرستد چرا. گفتم که خب چرا باید این اتفاق بیفته که زنده ها برن یه جماد مرده رو بپرستن. مغی را که با من سر و کار بود، نکوگوی و هم حجره و یار بود. به نرمی بپرسیدم ای برهمن، عجب دارم از کار این بقعه من. که مدهوش این ناتوان پیکرند، مقید به چاه زلالت درند. همینجا اختلاطهای ناروا و ناسواب رخ میدهد. ببینید سعدی در این داستان روحانیان سه دین رو با هم مخلوط میکنه. یکی مغ که مال زرتشتیانه، یکی برهمن که مال هندوانه، بعدن متران که مال مسیحیت لاتینه. خوب نشون میده که این قصه ساختگی است. ثانیاً این که خلط کرده این نامها رو با یکدیگر، علامت این استش که یا سعدی در نظامی خوب درسش رو نخونده بوده که اینها رو از هم باز بشناسد، که برهمن روحانی یک دینی است، مغ روحانی دین دیگری است، یا هم اون نظامیه اون وقت هم مثل این حوزه های علمیه امروز ما بوده که درس درستی نمیدادن، همین الان هم
خیلی از این علما و طلاب ما همینطور قاطی میکنن این چیزا رو با هم دیگه. بله به هر حال، حالا من اگه بخوام از این قصه ها بگم دیگه زمان به درازا میکشه. میگوید که یه مغی، منظورش روحانی، حالا اسمش گفته که با من سر و کار بود، نکوگوی و هم حجره و یار بود، به نرمی بپرسیدم ای برهمن، عجب دارم از کار این بقعه من، که مدهوش این ناتوان پیکرند، مقید به چاه زلالت درند. گفتم تعجب میکنم از فرو افتادن این قوم در چاه زلالت و پرستیدن این پیکر بیجان. نه نیروی دستش، نه رفتار پای، ورش بفکنی بر نخیزد ز جای. نبینی که چشمانش از کهرباست، وفا جستن از سنگ چشمان خطاست. گفتم ببین نه دستش نیروی داره، نه پاش نیرو داره، زمین بیفته خودش نمیتونه از جا بلند شه. حالا اینجا باز یک بلاغت دیگری هم به کار میاره، میگه چشماش ببین که از کهرباست، وفا جستن از سنگ چشمان خطاست. سنگ چشمان کسانی که خیره میمانند، و حالا سبز چشمان هم میتونن باشن، چون کهربا سبز در گذشته، چشم آبی و چشم سبز از عیوب زنان بود نه از خوبی هاشون، چشم سیاه خوب بود، برخلاف امروز. در غزالی نقل میکنه که میگوید عیسی بود یکی گفتش که دنیا رو دیدم به صورت یک پیرزن زشت روی سبز چشم. چشم ازرق و چشم سبز جزو عیوب زنان بود. در روایات هم اومده که در جهنم نگاه کردم دیدم همه سبز چشمانند، و در بهشت نگاه کردم دیدم همه جردون مردون، همه جوان زیبا و خوش اندام. خب اینا همه چی میگن، پپسی وا کردن برای خود و خیشتن رو تعریف کردن. باری میگوید که به اون مغ یا اون برهمن گفتم که ماجرا چیست، چرا اینها چنین میکنن. بر این گفتم اون دوست دشمن گرفت، چو آتش شد از خشم و در من گرفت، ناراحت شد از این سؤال من. مغان را خبر کرد و پیران دیر، ندیدم در اون انجمن روی خیر، فتادن گبران پازند خان، چو سگ در من از بهر اون استخوان. باز ببینید اینا رو گبران میخواند، برهمنان رو گبران میخوانند، گبران پازندخان. پازند تفسیر اوستا بود دیگه. چو سگ در من از بهرون استخوان، چون راه کج پیششان راست بود، راه راست در چشمشان کج نمود. به هر حال میگوید که نشستم با خودم فکر کردم، فرون باندم از چاره همچون غریق، برون از مدارا ندیدم طریق. دیدم اینها دشمن من شدن، راه دیگری باید پیدا کنم، از در مدارا در آمدم. چو بینی که جاهل به کین اندر است، سلامت به تسلیم و لین اندر است. مهین برهمن را ستودم بلند، که ای پیر تفسیر استا و زند، مرا نیز با نقش این بود خوش است، که شکلی خوش و قامتی دلکش است، بدی آیدم صورتش در نظر، ولیکن ز معنی ندارم خبر، که سالو که این منزلم عن قریب، بد از نیک کمتر شناست قریب. گفتم که من در اینجا هستم و مسافرم و میخوام برم، نمیدونم که ماجرا چیست، چرا این بت بیجان ناتوان اینقدر محترمه، چه معنی صورت در صورت این سنم، که اول پرستندگانش منم. گفتم منم این صورت رو میپرستم، ولی چه اهمیتی داره این نزد شما؟ برهمن ز شادی برافروخت روی، پسندید و گفت ای پسندیده گوی، سؤالت ثواب است و فعلت جمیل، به منزل رسد هر که جوید دلیل. خلاصش داستان رو تو شورت لانگ استوری تو چی؟ تو کات لانگ استوری شورت کوتاه بکنیم، این است که گفتش که ببین این بت ما با بت‌های دیگری که جاهای دیگه دیدی فرق داره. بله بت‌های دیگه بی جانن، ناتوانن، نه از دستشون کاری برمیاد، نه اگر زمین بر زمین بیفتن میتونن برخیزن، اما بت ما فرق داره. بت ما این استش که دستاش رو به آسمان میکنه، حرکت میکنه، در مقابل تضرع خلق واکنش و پاسخ نشان میده. اینجا بمان و این رو ببین. خب سعدی میگوید که یک شب من در اونجا موندم، مگر کرده بودم گناهی عظیم، که دیدم در آن شب عذابی علیم. خیلی هم بهم سخت گذشت،
صبر کردم تا صبح که ببینم چه اتفاقی میفته. میگوید که صبح شد فتاد آتش صبح در سوخته، به یک دم جهانی شد افروخته. مغان تبهرای ناشست روی به دیر آمدند از در و دشت و کوی. همه از این طرف و اون طرف روانه معبد شدند و آمدند. کس از مرد در شهر و از زن نمان، در اون بودکده جای ارزن نمان. من از قصه رنجور و از خواب مست، میگوید که من معلق میان بیداری و خواب بودم و رنجور و ناظر این صحنه بودم که ناگاه تمثال برداشته است. یک مرتبه دیدم که اون بت دستهاشو به بالا برد. به یک بار از ایشان برآمد خروش، تو گفتی که دریا برآمد به جوش. خب این صحنه رو من مشاهده کردم، باورم که نمیشد که این بت جان داشته باشه و دستاشو به آسمان کنه. صبر کردم. چو بتخانه خالی شد از انجمن، برهمن نگه کرد خندان به من. اون روحانی هندو خندان با تبسم به من که دانم تو را بیش مشکل نماند. حقیقت عیان گشت و باطل نماند. گفت میدونم که حقیقت رو دریافتی و تسلیم شدی. چو دیدم که جهل اندر او محکم است، خیال محال اندر او مدغم است. نیارستم از حق دگر هیچ گفت، که حق زهل باطل بباید نهفت. زمانی به سالوس گریان شدم، که من زان چه گفتم پشیمان شدم. آمدم و ظاهر سازانه و ریاکانه قدری گریه کردم و گفتم پشیمان شدم. به گریه دل کافران کرد میل، عجب نیست سنگر بگردد و سیل. شدم عذرگویان بر شخص عاج، به کرسی زر کوفت بر تخت ساج. بوتک را یکی بوسه دادم به دست، که لعنت بر او باد و بر بت پرست. رفتم و ظاهرا دست و پای بت رو هم بوسیدم که لعنت خدا بر این بت باد. یک چنین زاد به تقلید کافر شدم روز چند، برهمن شدم در مقالات زند. خب ماندم و ریاکاری ها و ظاهر سازی ها رو کردم و دست و پای بت رو بوسیدم و همه باور کردن که من ایمان آوردم. صبر کردم چو دیدم که در دیر گشتم امین، نگنجیدم از خرمی در زمین. در دیر محکم ببستم شبی، دویدم چپ و راست چون عقربی. معلومه دیگه معنای ابیات دیگه. شبی در دیر رو بستم و به راست و چپ میرفتم. نگه کردم از زیر تخت و زبر، یکی پرده دیدم مکلل به زر. مکلل اینه آراسته. همینطور که از این گوشه و اون گوشه نگاه میکردم، یه پرده رو دیدم که زربافت بود. پس پرده متران آذرپرست، مجاور سر ریسمانی به دست. دیدم پشت پرده یکی از همون روحانیان، حالا اسمشو متران میگه در اینجا، این دیگه مال مسیحیت غربیه، ولی آخر این یک روحانی نشسته بود و سر یک رشته ای رو به دست داشت. به فورم در اون حال معلوم شد، چو داوود کاهن بر او موم شد. که ناچار چون در کشد ریسمان، برآرد صنم دست فریاد خان. مثل آهنی که در دست داوود موم شد، بر منم معلوم شد که قصه چیست. در هنگام صبح این آقا پشت پرده این ریسمان رو میکشه و اون صنم دستش بر آسمان میرود. میگوید که فهمیدند که من راز رو فهمیدم. خب حالا از اینجا باید گوش بکنید، ماجرا خیلی از اینجا به بعد دراماتیکتر میشه. فهمیدند که من رازشون رو دریافتم. برهمن شد از روی من شرمسار، که شنعت بود بخیه بر روی کار. دید که روی کار بخیه زده، یعنی پارگی زیرین رو به یه بخیه ظاهری پوشونده و من توانستم که بخیه رو بدنم و زیر کار رو ببینم. برهمن شرمسار شد و خیلی عصبانی شد و دنبال من کرد. بتازید و من در پیش تاختم، نگونش به چاهی در انداختم. او دوید و من دویدم و من او رو سرنگون در یک چاه کردم. که دانستم ار زنده آن برهمن بماند، کند سعی در خون من. گفتم میدونستم این زنده بمونه او منو میکشه، لذا من پیش دستی کردم و او رو کشتم. پسندت که از من براید دمار، مبادا که رازش کنم آشکار. چو از کار مفسد خبر یافتی، ز دستش برآور چو دریافتی. اینم فتوای ایشونه.
اگر خبردار شدی از کار مفسد همونجا کارشو بساز، که گر زنده اشمانی، اگه او رو زنده بگذاری، اون بی هنر نخواهد تو را زندگانی دگر، اون نمیذاره تو زنده بمونی. فریبنده را پای در پی منه، چو رفتی و دیدی امانش مده، تمامش بکشتم به سنگ و خبیث، که از مرده دیگر نیاید حدیث. در چاه انداختم و سنگ هایم بر سر او زدم که بمیرد که دیگه صداش در نیاد، که از مرده دیگر نیاید حدیث. چو دیدم که قوقای انگیختم، رها کردم اون بوم و بگریختم. دیدم خیلی کار بدی کردم و صداش دراد، قوقای میشه، فرار کردم. چو اندر نیستانی آتش زدی، ز شیران بپرهیز اگر بخردی. مکش بچه مار مردم گزای، چو کشتی در آن خانه دیگر مپای. در اوراق سعدی چنین پند نیست، که چون پای دیوار کندی بایست. این دیگه از برترین پندهای سعدی است. این رو میخوانم و برجسته میکنم برای شما. بعد هم سعدی اشاراتی داره که به نظر من این تحلیل من رو تقویت میکنه. در حقیقت سعدی به یک معنا داره تحسین می کند اتابکان زنگی شیراز رو که با مغولان در نپیچیدند. بعدن هم شکرگزاری می کنه امنیتی رو که در شیراز هست، و سعدی از اون قوقای هندوان و بتخانه سومنات فرار کرده و آمده جای امنی رو در شیراز پیدا کرده. مکش بچه مار مردم گزای، چو کشتی در آن خانه دیگر مپای. این کاری بود که کی کرد؟ اون آقایی که در مرز بین ایران و مغولستان بود و چه کار کرد؟ فرستادگان چنگیز رو کشت، بچه مار مردم گزای رو کشت و باعث شد که چنگیز حمله به ایران بکنه و اون مفسده و مظلمه پدید بیاد که آمد. اتابکان فارس، چنان که در دفعات پیش گفتم، اینها وقتی که مغولان نزدیک دروازه های شیراز شدن، هدایای بسیار برای اونها بردن، حتی گفتن طلاهای حرمسرا رو برای اونها بردن، به طوری که اینها رو از خشم انداختن و اونها بیرون شهر اردوگاه زدن و وارد شهر شیراز نشدن و امنیت در شیراز برقرار ماند. چندین جا سعدی در بوستان میگوید وقتی زورت به دشمن نمیرسه اسلحه رو بذار زمین، بی خودی نکش و الا خودت رو تباه میکنی. در اینجا هم به زبانهای دیگر، به چابکتر از خود مینداز تیر، چو افتاد دامن به دندان بگیر. یعنی پا به فرار بزن بی خودی، با هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. بارها سعدی این سخن رو میگه، به چابکتر از خود مینداز تیر، چو افتاد دامن به دندان بگیر. در اوراق سعدی چنین پند نیست، که چون پای دیوار کندی مایست. به هند آمدم بعد از آن رستخیز، و از آنجا به راه یمن تا حجیز. از آن جمله سختی که بر من گذشت، دهانم جز امروز شیرین نگشت. در اقبال و تأیید بوبکر سعد، که مادر نزاید چنو قبل و بعد. ز جور فلک دادخواه آمدم، در این سایه گستر پناه آمدم. دعاگوی این دولتم بندوار، خدایا تو این سایه پاینده یار. که این شکر نعمت به جای آورم، وگر پای گردد به خدمت سرم. فرج یافتم بعد از آن بندها، هنوزم به گوش است آن پندها. یکی آن که هرگه که دست نیاز برارم به درگاه دانای راز، به یاد آید آن لعبت چینیم، کند خاک در چشم خود بینیم. حالا ببینید چه استفاده جالبی از این قصه کرد. یکی این که میگه به امنیت رسیدم، شکر امنیت رو نهادم وقتی که از اون قوقا فرار کردم، کسانی که در پی من بودن که رازشون رو یافته بودم. دوم این که من از دیدن اون بت که دست به آسمان بالا می برد و کشف اون راز که کسی در پشت پرده سر رشته رو می کشید، فهمیدم منم مثل اون بتم. وقتی من دست به درگاه خدا بالا می برم، من تنها نیستم، خیلی عوامل مساعدت می کنه تا منم یک پرستشگر بشم، منم ثناگوی خدا و دعاخوان او بشم، همون توفیقی که ابتدا از او یاد کردیم. ببینید چه استفاده نیکویی از این قصه میکنه.
هر یک از ما کسی سر رشته ای رو پشت پرده داره و ما رو به کار نیک برمی انگیزه. باید شکرگزار این باشیم که به جای اون کار نیک کار بدی نکرده ایم. قطعا محرکانی وجود دارن که محرکا بیرون وجود ما هستن، نمی بینیمشون اما موجب این توفیقن. بدانم که دستی که برداشتم به نیروی خود بر نیفراشتم. نه صاحب دلان دست بر می کشند که سر رشته از غیب در می کشند. در خیر باز است و طاعت، ولیک نه هر کس تواناست بر فعل نیک. کار نیک که زیاده تو این عالم، پس چرا همه موفق نمیشن این کار نیک رو انجام بدن؟ به هر کسی بگی نیکی چیه، براتون یه لیست هزار آیتمی میذاره جلو. همه ما بلدیم نیکی چیه بدی چیه. من یه وقتی با خودم میاندیشیدم واقعا ما میدونیم نیک و بد چیه؟ ما احتیاج نداریم. میدونی از کجا معلومه که ما میدونیم؟ برای اینکه اینقدر حرف که پشت سر مردم میزنیم، میگه فلانی اینجوری اونجوری، معلومه بدیا رو میدونیم چیه، چون همش عیب میگیریم بهشون. این خودش بهترین علامت این است که ما میدونیم بد چیه خوب چیه. اما اینکه ما میدونیم خوب چیه، این دلیل نمیشه که ما اون خوبیارم عملی کنیم. به قول سعدی توفیقی در اینجا لازمه. اولا که تنبلی ذاتی هست در آدمیان که به هر حال کارهای خوب رو دیر میکنن. ثانیاً هم یه مساعدت بخت لازمه. همین است مانع که در بارگاه نشاید شدن جز به فرمان شاه. پس ای مرد پوینده بر راه راست، تو را نیست منت خداوند راست. ای که به راه راست میری، تو منت به خدا نگذار، خدا بر تو منت میگذار. نعمتی است که او به تو داده است. در قرآن داریم چی؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. به پیامبر میگه عده‌ای به تو منت میذارن، میگه ما اومدیم و مسلمان شدیم. بگو نه، شما منت به سر من نذارید، خدا به شما منت میذاره که شما رو هدایت کرده، پیامبری فرستاده، راه راست رو به شما نشون داده. پس این آخرین بیتی که میخوانیم، پس ای مرد پوینده بر راه راست، تو را نیست منت خداوند راست. و السلام علیکم و رحمت میکنیم. یک نیکبختی رو بدبختی میکنیم، یک چیزی رو از جای خودش بیرون میبریم، قدرش رو نمیشناسیم، در وقت و جای خودش مصرف نمیکنیم، وقتی اون به جای این که مثل یه غذایی رو که نابجا بخوریم، به جای این که به ما سلامت و انرژی بده موجب هلاک ما میشه. بله، نقمت به این معنیست، ولی حقیقتش این است که ما همیشه منعمیم، یعنی متنعمیم. خداوند چیزی رو به صورت نقمت نمیفرسته، همون نعمت ها گاهی عذاب کسی میشود وقتی که در جای خود ننشسته باشه و شیوه استفاده درست از چیزی رو نداند. والا من ابتدای صحبت‌های من نبودید شما احتمالاً، من مفصلاً گفتم. ببینید شکر یکی زبانی است که خب معناش معلومه، یکی قلبی است که اعتراف به نعمت است، و سومی که برترین و مهمترین بخش اوست، عبارت است از مصرف کردن نعمت در بهترین جای ممکن، مصرف بهینه یک نعمت. مثال سطحیم از خود سعدی که گفت را تیشه دادم که هیزم شکن، ندادم که دیوار مسجد بکن. بنابراین تیشه میتونه نعمت باشه، هیزم بشکنید میتونه نقمت باشه، یعنی سوء استفاده بشه و شما دیوار مسجد بکنید، دیوار خانه مردم رو بکنید. اون سوء استفاده کفران نعمته و اون حسن استفاده شکر نعمت است. اینی که سعدی معتقد بود در مقابل ظالم سر تعذیب بود، بیایید در مقابل ما هم نقدر بشتر. ببینید سر، نه این حرف دقیق‌تر از اینه، نه اینکه در مقابل هر ظالمی. ببینید میگوید که مخصوصا وقتی که شما صاحب مملکتی هستید، یعنی فرمانده یک مملکتی هستید، یک دشمن قوی روبروی شماست،
و شما ساز و برگ مقابله با او رو ندارید و در اثر این مقابله جز ویرانی نصیب نخواهید بود، جز کشتار، جز قتل عام. میگه البته باید مدارا کرد، باید ساخت. منظورش ناسزایی را که یعنی آدم نا آدم همون ظالم، ستمکار، ناسزا، بی اخلاق، ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. وقتی که میگه او بختیاره، همه چیز موافق میل اوست و همه چیز در کف قدرت اوست، اینجا تسلیم بشه، یعنی اینجا مدارا کن، در نپیچ، پنجه در پنجه او نیفکن. چون نه نداره، اتفاقا این پیام سالم نگه داشتن خیشتنه. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان به مغزش برار. ببینید پیام بد وقتی است که به شما بگه که همیشه تسلیم ظالم باش. پیام درست این است که خودت رو حفظ کن، به ویرانی نده و جمع و جور کن، آماده شو برای پیکار. ولی همینطوری شعار دادن و حمله کردن و دشمن رو عصبانی کردن و همون کاری که خب در مقابل مغولان شد دیگه، این درست تجربه این بزرگان بود و واقعا در یه جاهایی تونستن تهاجم مغولان رو مهار کنن، بیرون شهر نگهشون دارن، در یه جاهایی هم نشد و همه چیز از دست رفت. حالا ببینید این مسائل خیلی یعنی معادلات چند مجهوله است، به این راحتی ها نیست. عبدیت به نظر من یکی از مهمترین چیز هست، البته یکی از مهمترین چیز هست، یعنی یه نعمتی است که کمتر نعمتی با او قابل قیاسه، کمتر نعمتی. من این رو میدونم گذشتگان ما داستان بلندی است در طول تاریخ اسلام، معمولا عدالت رو فدای امنیت کردن، یعنی حاضر بودن که با سلطان ظالم بسازن، با خلیفه ظالم بسازن، به شرطی که او امنیت رو برقرار کنه. فقط در تاریخ اسلام نبود، شما در همین دوران معاصر ببینید رضا شاه چگونه مقبولیت یافت. حالا بعدن البته کارهایی کرد که دیگه محبوبیت اولیش رو از دست داد، برای اینکه امنیت رو بود تو کشور، نظم بود. در یه وقتی آمد و بر تخت نشست که از هر گوشه یکی سر برآورده بود و کشور رو میکشید به طرف خودش. ناامنی بود، شما مرز که چی از یه شهری به شهر دیگری در داخل ایران میخواستین بری، یه دوی واسطه بود از شما باج میگرفتن و امثال اینا. خب وقتی امنیت اومد خیلی ها چشمشون رو هم گذاشتن. بسیاری از روشنفکران دوران رضا شاه که ما امروز ممکنه اونها رو هم مورد ملامت قرار بدیم، خیلی هاشون دیگه نام نمیخوام، اینا تقریبا فلسفهشون این بود که این مرد امنیت برای کشور رو برده و اونا چون اون ناامنی های پیشین رو دیده بودن خیلی قدر میدونستن، گرچه که اون ظلم های او رو هم تأیید نمی کردن، اما در عمل به هر حال تحسین می کردن امنیتی رو که در کشور برقرار شد. امنیت شما ببینید خیلی در همین آمریکا، خب بعد از اون سپتامبر 11 به هر حال باک کردن تلفن ها رسم شد دیگه، مجلس هم فتوا داد تحت عنوان پاتریوتیک اکت، یعنی قانون وطن چی میگن دوستانه، و اینکه تلفن بنده شما رو همه رو بتونن اینا بشنون. یعنی وقتی که صحبت از امنیت میاد وسط بسیاری از چیزها میره کنار، خیلی اهمیت داره. به همین دلیل حالا امروز رو باز شما نگاه نکنید که قوانین بین المللی هست و مثلا یه شورای امنیتی هست و مثلا یه سازمان مللی هست، یه مسمى به سازمان مللی هست که همون بودنش بهتر از نبودنش. البته در گذشته که این چیزا نبود، که زور اولین و بیشترین حرف رو میزد، مردم واقعا طالب امنیت بودن، همینقدر که بتونن زندگیشون رو بکنن، کسی کار به کارشون نداشته باشه، یه خونه، اون زاده و اون کشاورز و اون دهقان و اون کاسب و اون بازاری و
خواستن صبح برن سر کار، شب بیان منزل، کسی کارشون. این مقدار امنیت رو خیلی اهمیت میدادن و میدونستن بسیار شکنند است، به کمترین تلنگری میشکنند، قدر میدونستن. به همین سبب بود چشمشون رو برای خیلی چیزهای دیگه هم میگذاشتن. در همین دیوان سعدی، بستان سعدی، شما همه جای دیگه شما میبینید عدل در واقع مساوی بود تقریبا با برقرار کردن امنیت، اینطوری بود. لذا رضایت میدادن که سلطان خودکامه و مطلق العنان عمل بکنه به شرط اینکه بتونه امنیت رو در کشور برقرار بکنه. تئوری دیگری وجود نداشت. به نظر من امروزه هم همچنان امنیت در صدر همه ارزش‌های سیاسی قرار میگیره و عدالت هم با او سنجیده میشود. آقای دکتر، یه جمله که معروف هست که همیشه ما تکرار می‌کنیم، امر نهی از منکر، این وظیفه مردم نسبت به دولت و حکومت سلامت در طول تاریخ این اصلا عوض شده، برگشته و خب ما به جای اسمی که الان با هر ندی ما سازش می‌کنیم. به نظر من نامیدم، به نظر شما این درست هست و درست نیست؟ وقتی که شما تحلیل توی کاری مملکت یا حکومتی میگونید باید گوش کنید. من راجبه مسئله شرعی صحبت نمی کنم، راجبه واقعا حقیقت جمله هم صحبت می کنم. بازم به نظر شما ببینید، البته بحث امنیت یه بحث دیگه است، ولی امر به معروف در بسیار از امور امر شایسته است و مردم حق دارن و بلکه وظیفه دارن که حکومت رو امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن. اصلا مطبوعات آزاد، رسانه‌های آزاد معناش همین بود، مقصدش همین بود که باشند تا اینکه سخن مردم رو به گوش حاکمان برسونن و عدلی رو، اعتدالی رو در جامعه برگزار کنن و توازن معرفتی و اطلاعاتی پدید بیاورن و بس چیزهای دیگه. اینکه در جای خودش، حالا اینکه مؤمنان هم نسبت به هم حق دارن راهنمایی بکنن تحت عنوان امر معروف، اونم چیز خوبی است. ببینید قصه این نیست، الان بحث امنیت است. امنیت ملک، امنیت ملت، امنیت یک مجموعه کلان. الان ما در اون باره داریم صحبت میکنیم، بلا امر معروف و نقد کردن حکومت که در جای خودشه. اما همین الان هم شما ببینید در ایران خودمون مثال زندهش همینه دیگه. من الان نگاه میکنم اصلاح طلبای ما نقدای زیادی به حکومت دارن، خود ما هم داریم. هر کی چشمش باز و بیداره خوب داره، اشکالا و شکاف ها و ترک های زیادی در دیوار و حصار این حکومت هست. اما اصلاح طلبا به نظر من به حق دایره و دامنه نقدشون رو تا اونجا نمی گسترانن که به امنیت کل کشور زیان برسانه، چون این یک خطر بیشتری داره. به همین دلیل هم هست که میگم ما اصلاح طلبیم نه برانداز. براندازی یعنی شما بزنید زیر همه چیز، وقت بعدن کشور طعمه دیگران میشه. یعنی همین الان دشمنان بسیاری که در اطراف این کشورن در داخل و خارج، اینا میان و مثل گرگان به جان این کشور میافتن، مثل گوشت قربانی اون رو میرو باید. معلوم نیست محصولش چه خواهد شد، چون امنیت وقتی که به هم خورد، هرج و مرج پیش آمد، زور حرف اول رو زد دیگه، حکم لبن قلب، هر کی که قلبه کرد با اوست و معلوم نیست کی قلبه خواهد کرد. اینی که کسی طالب انقلاب نیست، طالب براندازی نیست، چون محصولش و نتیجهش روشن نیست به هیچ عنوان. اصلاح طلبی نقد درونی است. تا کجا؟ تا اونجایی که به امنیت کلان کشور برخورد نکنه و او رو به خطر نیفکنه. این معنیش. ولی در غیر این مسائل تا جایی که ممکنه مثلا آدم ایراد بگیره، نقد کنه، چرا زندان‌ها اینطوره، چرا اقتصاد اونطوره، چرا مطبوعات اینطوره، چرا آزادی کافی به مردم داده نمیشه، اینا همش با فرض امنیت کشور اتفاقا قابل حله.
ولی وقتی ناامنی باشه هیچ کدوم اینا هم نخواهد بود، نه مطبوعات آزاد خواهد بود، نه تلویزیونی، نه حزبی، نه پارلمانی، هیچ هرکی از تو هر جو مرج خواهد بود. خب با اجازتون دیگه جلسه رو به پایان ببریم.